واقعا اشک در چشمانم جمع شد. هموطن سالخورده‌ای بود که گفت من 674 دلار SSI حقوق میگیرم، 164 دلار کرایه منزلمه و از این 674 دلار از این ماه 120 دلار برای تلویزیون آریامر کمک بکنم. من یه مقدار خسته شدم، سردرد بسیار بدی گرفتم، یه مقدارم قلبم ناراحته. در مورد این بچه آخون نوریزاده اگر فردا هنوز نفسی بود صحبت خواهم کرد، چون یه چیزی نزدیک یک ساعت و نیم دو ساعت شرح حال احوال این آدم رو و روابطش با آقای خانساری و داریوش و همایون و بعد چگونه در زمان شکلگیری این فتنه کور این آدم تو ایران چیکارا کرده، کجاها بوده، چیا نوشته و چگونه به لندن میره و خیلی مسائل پیچیده است، اما چهره این آدم رو به معنای واقعی کلمه رو میکنه. میذارمش برای فردا، واقعا دیگه انرژی در وجودم نیست. اما هموطنان بسیار عزیزم، در این روزهایی که داریم به 22 خرداد تا 18 تیر نزدیک میشیم، استدعای عاجزانه از دخترانم، خواهرانم و مادران نازنینم در درون ایران و هموطنان دیگرم دارم. 100% تا اونجایی که میتوانید خودداری کنید از مراعات حجاب اجباری. آرایش کردن و به کار بردن عطر و پوشیدن لباس‌های زیبا از طرف خانم‌ها، مردان زدن ریش، ستیغه، کروات زدن در این روزها، استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای برای دریافت برنامه‌های رسانه‌های مبارز، فکر نمی کنم غیر از ما کس دیگر پیدا کنید، به هر طریقی شده آدرس ستلایت 12 ما رو به همه بدید، شاید هم یک آدم غیرتمند پیدا بشه در طول این یکی دو سه روز آینده بتونه ما رو روی درصد تری ببره تا بتونیم نقشه بیشتری در تحولات درون کشور داشته باشیم. سعی کنید که در انزوا قرار بدید افرادی رو که سخت حجاب اجباری رو میخوان تحمیل بکنند، برای خوشایند رژیم ریش خودشون رو اصلاح نمی کنند. برحذر کنید خودتون رو، مردان همه ریشاتون رو بزنید، سعی کنید در خیابانها با کروات بیایید، طرد آخوندهای حکومتی، نرفتن به مسجدی که آخوند پیش نمازش از رژیم حمایت میکنه. به طور کلی حتی اگر اعتقاد به دین و مذهب و این گونه مسائل دارید من پرابلمی باشی ندارم، اما سعی کنید در طول این چندین هفته آینده به مسجد نرید. تحریم تاجر، بقال، کارخونه دار، طرفدار رژیم، هر کی طرفدار رژیم تو محلتون بقالی داره، عطاری داره، قصابی داره، میوه فروشی داره و میدونید اینا وابسته به رژیم هستند، تاجر، بقال، کارخونه دار، طرفدار رژیم، از خریدن جنس‌های این گونه به اصطلاح آدم‌ها، از طریق نخریدن جنس از اونها یا تولید کالاهای تولیدیشون، دست کم در طول این یکی دو ماه آینده استدعا می‌کنم توصیه‌های من رو گوش کنید. قطع ارتباط با همسایگان و دوستان و بستگانتون که طرفداران سرسخت رژیم هستند، خودتون کنار بکشید، به نحوی نشون بدید که دیگه تمکین نمی کنید. شرکت نکردن در مراسم جشن و یا عزاداری حزب اللهی ها و عوامل رژیم، شرکت نکردن در مراسم اجباری نماز جمعه و خالی گذاشتن مساجد، ترتیب اعتصاب در میون دانشجویان، فرهنگیان، کارگران، کارمندان دولت. با تمام وجودم سر تعظیم میارم جلوی کارمندان دولت، هر جور میتونید مریض باشید، مریض بشید، نشید، اعتصاب کنید، نرید سر کار، به هر نحوی میرید نرید، اگه میرید کمکاری کنید، خرابکاری کنید. حضورتون عرض کنم که در خانه بمانید، در روزهایی که رژیم علاقه داره شما رو به خیابون بکشونه، این طوق لعنت، این حلقه، این قلاده رو از گردنتون درارید و نرید.
همدردی با خانواده معلولین، جنگ و شهدا، به بچه های خیابونی برسید. تصیب اعتصاب در صنعت نفت، برق و آب شهرداری، اتوبوسرانی. بلیت اتوبوس نخرید، سعی کنید مجانی سوار بشید، سعی کنید درگیری ایجاد کنید، پول آب و برق و تلفنتون رو ندید. حمایت از اعتصاب ها بکنید، هر جا اعتصاب هست بهش بپیوندید، پیوستن به خصوص به اعتصاب مورد اعتصابات زندانیان سیاسی و خانواده اونها، تحریم شدید خرید نشریات طرفدار رژیم و رادیو تلویزیون پشم و شیشه، استفاده از مراسم بازی های ورزشی در استادیوم ها برای شعار دادن علیه رژیم، تحریم مصرف جنس و کالاهای مورد نظر از طرف مصرف کنندگان. دلیل تحریم میتونه گرونی بیش از حد قیمت ها باشه، عدم مرغوبیت یا خطر احتمالی کالای از رده خارج شده باشه، خارج کردن پسندازهای خودتون و پولهای خودتون. هنوز نرسیدیم به 22 خرداد تا 18 تیر از بانک ها و نگهداری اون به شکل ارز خارجی، تحریم هر گونه معامله با مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به بنیادها و مؤسسات وابسته به دولت و وابستگان به رژیم، آگاهی دادن به سرمایه گذاران احتمالی در مورد خطراتی که سرمایه اونها رو در ایران تحت استیلای رژیم ضد مردمی و ناامن حاکم تهدید میکنه. هشدار بدید به اونهایی که با رژیم همکاری میکنن، مزدوری میکنن، جاسوسی میکنن، بگید رژیم مرگش حتمیه و هر کس با رژیم همکاری میکنه تو در همسایتون چوب بندازید، خبر بندازید که حواسشون جمع باشه که تر خشک با هم نسوزه. حضورتون عرض بکنم که کمکاری و اعتصاب رو خدمتون عرض کردم. تحریم هر چیزی که با جریان بی‌عدالتی و ستم مربوطه در اشکال گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعیش، تصرف و اشغال موقتی مراکز ستم و بی‌عدالتی از 22 خرداد به بعد، خصوصا در 22 خرداد، تصرف و اشغال موقتی مراکز ستم و بی‌عدالتی، از کار انداختن خودروهای دولتی، از کار انداختن برق، اخلال و خرابکاری در جریان عادی اجرای بی‌عدالتی و ستم، راهپیمایی و تجمع‌های مسالمت‌آمیز با خواسته‌های مشخص و دفاع مقدس از خودتون، مقاومت ملی مردمی در مقابل زور و ستم.